و دیگه اونجا سرنوشت بود که تعیین میکرد تو گوله بخوری یا نخوری، که در همون صحنه بود که من دیدم مثلا 4-5 نفر در دور و برم همین فاصله 2-3 متر آه گفتن و به زمین افتادن، گوله خورده بودن. من اونجا یکی از این نفرات که مجروح شده بود و یکی از این برادران رو بلند کردیم بردیم که تو خیابون سوار ماشینش بکنیم. وقتی بردیمش در ماشین کوچیکی بود، دو نفر دیگه گوله خورده تو ماشین بودن، همزمان که ما با این رسیدیم دو نفر دیگه هم همزمان رسیدن که گوله خورده بودن. برادر مجروح، برادرمون من باش آشنایی ندارم ولی اسمش قاسمه، این برادر رو بردیم مجدن ماشین و این دو نفر گوله خورده دیگه آوردن. ماشین بسیار کوچیک بود طوری که واقعا جا نداشت. من اون لحظه هوا تاریک بود و من نمیدیدم که گوله به کجای این اصابت کرده، همون دستش رو شکمش رو گفتم همین دور رو خورده. بهش گفتم که ببین ماشین پره، دو نفر دیگه هم آوردن، جا نیست. بعد این به من گفت ای بینه من بذار زمین، اینا بعدشون از من وخیمتره، بذار اینا برن. در حالی که اصلا اونا رو نمیدید، اصلا روش من اون برای ماشین بودن. من اونجا بسیار منقلب شدم و واقعا بغض زدم گرفت، خیلی تکون خوردم اونجا و به هر قیمت شده بود اینو کردم تو ماشین. این فشارش این وقت تو ماشین در بستیم. فرداش فهمیدم که از طریق سیما فهمیدم که این جز اون مجروحینی بوده که جراحت شکمی داشته، یعنی از اون بدترین زخم‌ها بوده که دیگه در اشرف جواب نداشته و بردنش به بیمارستان آمریکایی یا مثلا بلد. وقتی اینو فهمیدم دیگه یعنی این هرگز نشانه فراموش نکنم که همون که گفتش که بقیه از من حالشون بدتره، خودش یکی از بدتر مجموعی بود. این هم خودش یکی از حماسه هاست، حماسه های خاموشی که به قول تو بازگو کردنش به این تابلوی با شکوه اضافه میکنه.